عرض درود و صبح بخیر دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند و خداوند یزدان پاک رو سپاسگزار هستم که همچنان این فرصت برای ما هست که می توانیم در خدمت دوستان خوب هم فکر و هم نفس باشیم و از کتاب شاهنامه، این منبع بزرگ فرهنگ ایرانی، استفاده کنیم و امیدوار هستیم که انشالله این به اصطلاح برخوردها، این مطالعات و این بررسی ها بتواند راهگشایی در زندگی و نحوه بینش ما نسبت به جهان هستی ایجاد بکنه. خب ما در جلسه گذشته یه مبحث خیلی مهمی رو شروع کردیم. عنوان بحث جلسه گذشتهمون این بود که پادشاهی گشتاس و ظهور حضرت زرتشت. در اونجا به این قضیه رسیدیم که بعد از این که گشتاس به نوعی با یک شبه کودتا مانندی در واقع لهراس پدر خودش رو از حکومت کنار گذاشت، حالا نیمد به جنگه، نیمد کودتای نظامی اونجوری هم بکنه که حالا وارد درگیر بشن، ولی بالاخره رفت به یک کشور خارجی، ارتش اونها رو هدایت و رهبری کرد، عبور در مرزهای ایران و اگر در واقع لهراس این سیاست رو اتخاذ نمی کرد که حکومت رو واگذار کنه به گشتاس، این احتمال وجود داشت که جنگی خیلی شدید صورت بگیره بین ایران و روم و احتمالاً شاید هم ارتش ایران نسبت به رومیا شکست می‌خورد. بالاخره گشتاس مرد با درایت و قدرتمندی بود و نشون داده بود که در جنگ هایی که میکنه پیروز میشه. بنابراین لهراس ترجیح داد که کنارگیری کنه، گشتاس رو به پادشاهی انتخاب کرد و گشتاس آمد و وارد سیستم شد و تاجگذاری کرد. خب حالا این ماجرا مدتی گذشت تا اینکه ظهور حضرت زرتشت رو ما داشتیم. اینجا فردوسی متناسب با اون چه که براش اتفاق میفت که در خواب دقیقی رو دیده بود، از این لحظه به بعد میگه که خیلی خوب، حالا دیگه من اون هزار بیت دقیقی رو که در رابطه با تاریخ زندگی گشتاس و پادشاهی گشتاس و ظهور حضرت زرتشت میارم و اون هزار بیت رو میگذارم. یعنی در واقع از اواسط جلسه گذشته و امروز که ادامه اون جلسه رو داریم، ما در واقع داریم شاهنامه دقیقی رو میخونیم و نه شاهنامه فردوسی رو. اینو خواهش میکنم به خاطر داشته باشید. این هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ نوع و قوام شعری که به هر حال داره خونده میشه متفاوته با آنچه که به اصطلاح فردوسی داره. خب در این ماجرا، حالا چون این قضیه اهمیت داره، من دلم میخواد یه بررسی مجدد بکنم، یک به اصطلاح ریویو اگه بخواید مترادف فارسی شده انگلیسی شده داشته باشید انجام بدیم. ببینید چند تا شخصیت کلیدی حالا هستن که بعد نسبت بهشون توجه داشت. خب این شخصیت های کلیدی، خب یکیشون لهراس به که الان دیگه تقریبا هیچ کاره است، رفته توی بلخ که الان توی فکر کنم قزاقستان بعد باشه، یه جایی اونجا هست، رفته توی کشور بلخ و در اونجا داره عبادت میکنه در اون آتشکده آذربرزین به اصطلاح. اونجا هستش، اون که هیچ کار هست در اون. بعد خود گشتاس به که خب پادشاهه و فعلا اقتدار داره و رفت آمد داره و داره امورات پادشاهیش انجام میده. این آقای گشتاس یه برادری داره به نام زریر. گفتم این دوتا شخصیت کاملا با هم متفاوتن. هرچی گشتاس اگرسیوه و به اصطلاح پرجوش و خروشه و نمیدونم قدرت طلب و جاه طلب و این حرفا، درست نقطه مقابلش زریر آدمیست ملایم، متواضع، خیلی آدم خاکی، بی ادعا، ولی خب قهرمان و پهلوان و همه این دیجیار داره، ولی از نظر روحی آدم اگرسیوی نیست. گشتاس حالا یه پله پایین تر میان، دو تا پسر داره، یه پسری داره به نام اسفندیار، یه پسری داره به نام پشوتن.
دقیقا ویژگی های باباه اومده تو اسفندیار، همون قدرت طلبی و پر شلوغ بودن و نمیدونم جاه طلب بودن و بزن بهادر بودن و این حرفا، بعد دقیقا ویژگی های عموه که همون زریر باشه اومده توی پشوتن که یه آدمیست خیلی ملایم متعادل، خیلی سعی میکنه مسائل منطقی برخورد بکنه، عجله نداشته باشه، اساسا تند و تیز نیست، آدم خیلی ملایم و خاکی و مردمی و همچین تیپ آدم. اونورم که گفتم برادر گشتاس زریر، زریر هم یه پسری داره به نام گرامی و اگر اشتباه نکنم یه پسری دارم به نام بستور یا بستور، هر جور میخواید میتونید تلفظ کنید، بستور یا بستور. گرامی کیه؟ گرامی یک مجموعه دیگه ای هستن. گفتم که جناب گشتاس یک مشاور عالی رتبه داره به نام کی؟ جاماسب، که گفتم مراقب باشید که اینو با ارجاسب قاطی نکنید. جاماسب یه شخصیت حالا ایرانیه و آدمیست خیلی مورد اعتماد گشتاسب، مشاور سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، هر چی که بگی این آقای جاماسبه. آدمیست بسیار عالم و دانشمند و از ویژگی‌های خاصی هم برخورداره که میتونه تعبیر خواب بکنه، میتونه ستاره شناسی بکنه و بسیاری چیزها رو پیشگویی کنه. یه آدم عجیب غریبیه. ضمناً انقدرم از اعتبار برخورداره که حضرت زرتشت دختر خودش به زنی پسر جاماست بده و این نشون میده که از یک پایگاه اجتماعی خیلی قوی برخورداره. خب من این شخصیت شناسی ها رو براتون گفتم که ذهن مبارکتون آماده باشه که بدونید که ما در چه به صلاح اتمسفری قرار گرفتیم. حالا این اتفاق میفته که اون شخصی به نام ارجاسب که یک پادشاه مقتدری شده حالا دیگه در زمان آقای گشتاسب و در توران زمین حاکمه و از به اصطلاح حالا فک فامیلای نزدیک افراسیاب هم هست، بالاخره اونا هم همون خاندان سلطنتیشون اونجا دارن حکومت میکنن، این آقا حاکم اون منطقه شده. اطلاع حاصل کرده که این زرتشت نامی آمده و ایرانیان به دین زرتشت گرایش پیدا کردن، نه تنها گرایش پیدا کردن که در جهت گسترش این دین دارن اقدام میکنن و اسمش هم گذاشتن دین بهی، یعنی دین برتر. خب این حالا دیگه برای آقای ارجاسب قابل قبول نیست و ورداشته یه نامه ای نوشته خیلی با لحن تند که این پیرمرد جادوگر، حالا همین که از این به اصطلاح اینا دیگه حرفای آقای دقیقیه دیگه، دیگه این پیرمرد جادوگر رو از خودتون برانید، از کشورتون بیرون کنید، اون اومده داره شماها رو به اصطلاح مغزشویی میکنه، حالا اگه به این اعتبار بتونیم استفاده کنیم، داره شما رو مغزشویی میکنه و شما رو داره از دین نیاکانتون دور میکنه و ما اینو تحمل نمیکنیم و وگرنه مثلا باهاتون میجنگیم و میزنیم و از این صحبت ها. اگر بیرونش کردید براتون جایزه میفرستیم و نمیدونم هدایا، اگر نکردید ما باهاتون جنگ میکنیم. یه با این همچین لحنی نامه تند و تیزی رو برای گشتاسب میفرست. گشتاسب هم یک به اصطلاح شورای چه میدونم عالی سیاسی نظامی در واقع تشکیل میده، مرکب از خود حضرت زرتشت، خود گشتاسب، برادرش همون آقای زریر، فرزندان به اصطلاح گشتاسب اسفندیار و پشوتن، احتمالا پسر خود چیز بگو زریر بستور یا بستور و این آدم ها همه نشستن این نامه رو میارن و شروع کنن به خوندن. دو نفرم نماینده از طرف ارجاسب اومدن این نامه رو تحویل دادن و مثلا پیام رو دادن. خب ما تا به اینجا رسیدیم که این برادر پادشاه برمیگرده به پادشاه میگه که
شما به ما اجازه بدید که ما بریم بشینیم با اسفندیار و دیگران با همدیگه شور کنیم و یه نامه‌ای در پاسخ به این نامه بنویسیم. ظاهراً از خواندن این نامه هم گشتاسپ، هم حضرت زرتشت و هم بقیه بزرگان ایران خیلی بهشون برخورده که یه همچین به صلاح نامه‌ای تند و تیزی رو پادشاه توران برایشون نوشته. بنابراین اینا میگن بذار ما بریم اینو نامه رو پاسخ بنویسیم. ما داستانمون در واقع اینجا به پایان رسید در جلسه گذشته. اینو فقط گفتم که ذهن مبارک دوستان به قول معروف چیز بشه، تازه بشه و بدونیم که حالا در کجای کار هستیم و به کجا میخوایم برسیم. خب پس میگه که من یه دو تا به اصطلاح کلمه رو بخونم. میگه سپهدار ایران که نامش زریر، نبرده دلیری نبرد دلیری چو در رند شیر. اینا گفتم اینا شاهنامه دقیقیه دیگه، یادتون باشه. سپهدار ایران که نامش زریر، نبرد دلیری چو در رند شیر، به شاه جهان گفت آن نامدار، که دستور باشد مرا شهریار، که پاسخ کنم جادو ارجاسپ را، پسند آمد این شاه گشتاسپ را. ببینید که دقیقی اصلا مثل فردوسی نیست. دقیقی اصلا اول موضع داره نسبت به دشمنان ایران و مثلا تورانیان. آن مثلا دفعه قبلا گفتش که این ارجاسپ در مقابلش دیوان به پا خواسته بودن، یعنی دیوان بر پاش ایستاده بودن، یعنی پهلوانان تورانی رو دیو خطاب میکنه. اینجا هم خود ارجاسپ رو جادوگر خطاب میکنه که پاسخ کنم جادو ارجاسپ را، پسند آمد این شاه گشتاسپ را، زریر و گرانمای اسفندیار، چو جاماس دستور فرخنده کار، ز پیشش برفتن هر سه به هم، شده رخ پر از چین و دلها دژم، نوشتن نامه به ارجاسپ زشت، همان در خور آن کجا او نوشت. میبینید اینا با همون لحن تند و تیزی که ارجاسپ نامه داده بود، اینا هم آقای جاماسپ و دیگران، بالاخره جاماسپ بزرگتر اینا بود دیگه، این یکی های دیگه همه زیر مجموعه جاماس محسوب میشن به لحاظ مسائل سیاسی و این صحبت ها. ایشون یه نامه تند و تیز می‌نویسه. سوی شاه برد و برو بر بخوان، جهاندار گشتاسپ خیره بمان، نوشت از بر نامه بر نام خیش، فرستادگان را در آورد پیش، بگیرید گفتا بر او برید، مگر زین سپه راه من نسپرید، اگر نیستی اندر استا و زند، فرستاد را زینهار از گزند، من از خواب بیدارتان کردمی، همه زنده بردارتان کردمی. ببینید چه برخوردی هم این آقای گشتاسپ با این نمایندگان ارجاسپ میکنه. میگه که این نامه رو میگیره، نامه‌ای که نوشته رو امضا میکنه مثلا و پرت میکنه جلوی اینا، بهشون هم میگه که اینو بگیرید و مثلا برید دیگه، هم این طرفا پیداتون نشه، شانس آوردید که در زند و استا یعنی اوستا گفته که با نمایندگان کاری نداشته باشید، وگرنه من همین الان جفتتون رو دار زده بودم و ترتیبتون داده بودم. شانس آوردید که حالا ما این تعلیمات زرتشتی رو داریم که به نماینده نباید مثلا آسیب برسونید، برید دیگه هم پیداتون نشه. با این لح اینا رو از خودش میرونه. فرستادگان سپهدار چین ز پیش جهاندار شاه زمین برفتند، هر دو شده خاکسار، جهاندارشان رانده و کرده خار، چو از دور دیدند ایوان شاه. اینجا ایوان شاه منظورشون ایوان پادشاه خودشونه که میرن به سمت کشور خودشون. چو از دور دیدند ایوان شاه، زده بر سرش بر درفش سیاه. یادتون باشه درفش سیاه همیشه مظهر تورانیا بوده، همونطور که درفش ایرانیا زرد و سرخ و بنفش بوده، درفش کاویانی مال به اصطلاح اون طرفی ها همیشه درفش مشکی بوده، حالا روش یه علامه دیگه هم داشت. میگه که پیاده برفتن تا پیش اون، سیاهشان روان و شده زرد روی، به دادندشان نامه شهریار، به پاسخ نوشته زریر سوار. خب میبینید که اینا با دلخوری و ناراحتی و سرشکسته که به اصطلاح پادشاه ایران هم باشون خوش رفتاری نکرده بود دیگه، برخورد بدی باشون کرده بود، اینا میرن و نامه پادشاه رو میدن به پادشاه خودشون. نوشته در آن نامه شهریار،
سراهنگ مردان نبرد سوار، شنیدیم و دیدان سخنها کجا، نبودی تو مر گفتنش را سزا. چنین گفته بودی تو اندر دو ماه، سوی کشور خرم آرم سپاه. نه دو ماه باید همین نه چهار، که ما خود بیاریم شیران کار. تو برخیشتن بر میفزای رنج، که ما خود گشاییم درهای گنج. بیاریم گردان هزاران هزار، همه کار دیده همه نامدار. همه شاه فر رو همه ماه روی، همه راست بالا همه راست بود. همه نیزداران شمشیر زن، همه لشکر آرای و لشکر شکن. جهان را نفرسوده از رنج آس، همه شیرگیر و همه رزم ساز. به روز نبرد ار بخواهد خدای، به رزم اندر آورم سرت زیر پای. میبینید نامه خیلی همچین راست و مستقیم و بدون تعارفه. ورداشتن برایش نوشتن که آخه اون گفته بود که تا دو ماه بهتون مهلت میدم، از وقتی که نامه به دستتون رسید و جواب نامه رو گرفتم دو ماه فرصت دارید، وگرنه من ارتش میارم. اگه زرتشت رو بیرون نکرده باشید من ارتش میارم. اینا هم جواب دادن که ما بله نامه شما رو مطالعه کردیم و حرفای زیادی هم خیلی زده بودی توش، ضمناً هم شما نیاز نیست که دو ماه یا چهار ماه واسه ما لشکر بیارید، ما خودمون داریم میایم سراغتون، آماده باشید که ما داریم میایم سراغتون. یعنی خیلی شمشیر رو ایرانی‌ها از رو بستن در این رابطه. چو سالار از این گونه نامه بخوان، فرود آمد از تخت و خیره بماند. سپهبدش را گفت فردا پگاه، بخواه از همه پادشاهی سپاه. در گنج بگشاد و روزی بداد، بزد نای رویین بنه برنهاد. بدین سان همی راد بشتاب و خشم، پر از خون شده دل پر از آب چشم. همی کرد غارت همی سوخت کاخ، درختان همی کند با بیخ و شاخ. در آورد لشکر به ایران زمین، شه کافران دل براکنده کین. میبینید اینجا به این جمله دقت کنید، به این به سال چیز آخر، به این بیت آخر، میبینید که در واقع این آقای دقیقی دقیقا اونها رو به خاطر اینکه به دین زرتشتی عقیده ندارن اونها رو چی میگه؟ میگه شه کافران، اونها رو کافر خطاب میکنه. حیاتون باشه جلسه گذشته به این نکته من اشاره کرده بودم، دقت میکنید؟ پس برای معلومه کاملا یک جنگ مذهبی شده. حالا دیگه بحث سرزمین نیست که حالا تورانی‌ها بخوام بگن آقا این شهرها مال ماست، این مثلا اینجوری بخوام، بحث جنگ کاملا مذهبیه و اینا باشون همونطور برخورد میکنن. برابری میبینی که اونا بلافاصله که جواب نامه گشتاسپ رو دریافت کردن، بلافاصله دستور رو آماده باشه نظامی طرف میده و حمله خودش رو به مرزهای ایران چیکار میکنه؟ شروع میکنه و میاد و میزنه و میکشه و غارت میکنه و میسوزونه و همیشه اونا اگریسیون. دیگه گفتم در تاریخ ایران و توران هیچ وقت ایرانی ها پیشتاز در هیچ جنگی نبودن، همیشه اونا حمله کردن، این ایرانی ها بنده خدا دفاع کردن و اونا رو بیرون کردن از سرزمین خودشون. هر وقت هم رفتن و سرزمین اونا رو گرفتن ول کردن برگشتن و سر کشور خودشون. دیدید که حداقل دو بار سه بار ایرانی ها کل کشور توران رو اصلا تسخیر میکنن، هم در زمان رستم، هم در زمان نمیدونم چیز، یه بار بعد از اون، یه بار هم در زمان کیخسرو. اینا میرن اصلا کل کشور توران رو میگیرن، ولی خب میگن ما اینجا کاری نداریم، ما دنبال مأموریت دیگه ای هستیم، برمیگردن میان تو سرزمین خودشون. میگن وقتی که این اتفاقات افتاد و اونا حمله کردن به سرزمین ایران رو و زدن و کشتن و سوزوندن و فلان بسا، در آورد لشکر به ایران زمین، شه کافران دل براکنده کین. ز بهر جهاندار شاه کیان، ببستن گردان ایران میان. سوی رزم ارجاسپ لشکر کشید، سپاهی که هرگز چنان کس ندید. از اینسان همی رفت گشتاسپ شاه، ز کشور به کشور همی شد سپاه. چو از بلخ بام به جیهون رسید، سپهدار لشکر فرود آورید. فرستاد بر هر سوی دیدبان، چنان چون بود آیین آزادگان. بیامد سواری و گفتش به شاه، که شاه به نزدیکی آمد سپاه. سپاهیست ای شهریار زمین، که هرگز چنان نامد از ترک و چین. میبینی که حالا ایرانی آمدن سر مرز و
یه سواری میرسه، احتمالا از عوامل اطلاعاتی به گشتاسپ گزارش میده به اصطلاح آقا این ترک و چین، یعنی منظورش همون تورانیا، یه ارتش خیلی بزرگی رو آوردن سر مرز. قصه قصه شوخی نیست، قصه قصه مهمیه، جنگ مهمی در پیشه. خب چو صفهای گردان بیا راستن، یلان هم نبردان همی خواستن. بکردن یک تیرواران نخواست، به سان تگرگ بهاران درست. ببینید که این شعرهای دقیقی اصلا انصافا قابل مقایسه با اون قوامی که شعر فردوسی داره نیست. بکردن یک تیرباران نخواست، به سان تگرگ بهاران درست. تو گفتی هوا ابر دارد همی، وزان ابر الماس بارد همی. بیامد پس از سربران سپاه، مهین پور جاماس دستور شاه. میان صف دشمنان در فتاد، پس از دامن کوه برخاست باد. سپاه از دو سو در هم آمیختند، خروش از دو لشکر برانگیختند. بدان شورش اندر میان سپاه، از آن گرد میدان ببوده سیاه. درفش فروزنده کاویان بیفتاد از دست ایرانیان. گرامی بدی آن درفش چونی، که افکنده بودند از پشت پیل. فرود آمد و برگرفتش ز خاک، بیفشاند از او گرد و بزدود پاک. میبینید حالا اینجا اشاره داره میکنه به کی؟ جنگ بالاخره شروع شده، جنگ شروع شده و ایرانی ها و تورانی ها یه سری، البته میگم اینجا چون خلاصه گفته، الان منم همین خلاصه رو براتون میگم، وگرنه قصه خیلی طولانی تره چون جنگ های انفرادی هم صورت میگیره و یکی اونو میزنه یکی اینو میزنه و حالا چون خیلی اهمیت نداشته دیگه اینا رو نیورده، ولی به این قضیه اهمیت داده که در این جنگی که صورت میگیره یکی از پهلوانان ایرانی کیه؟ گرامیه. گرامی کیه؟ پسر جاماسپه. این همون فردی است که احتمالاً داماد حضرت زرتشت هم هست. البته اینجا اشاره‌ای نشده، ولی استنباط من اینه که احتمالاً همونه، چون از پسر جاماس فقط یه جا اسم برده شده، همین اینه، همین گرامی هم هست. پس بنابراین داماد جناب زرتشت و پسر جاماس، ایشون میاد وارد صحنه جنگ میشه و در این درگیری سختی که اتفاق افتاده و پرچم درفش کاویانی از دست پرچمدار ایران که روی فیل بوده به زمین افتاده، پس این نشون میده که نیروهای دشمن اونقدر تونستن نفوذ کنن و جلو بیان و جنگ بکنن که به پرچمدار ایران رسیدن و این پرچم رو به زمین انداختن. خب یادتون باشه توی ارتش اگر پرچم لشگر به زمین بیفته این نشانه بسیار بدیه و نشون میده که فرماندهی مزمحل شده. بربرین چون لشگری ها که دارن می جنگن در میدان جنگ همواره چشمشون، خصوصا فرماندهان لشگر، حالا سربازه که دارن خب جلو می جنگن ممکنه حواسشون خیلی هم نباشه، ولی فرماندهان بخش های مختلف همیشه چشمشون به پرچمه، پرچم اصلیه، که اگر خدای نکرد پرچم اصلی افتاده باشه یعنی این که ارکان ارتش مورد تجاوز قرار گرفته و اوضاع مطلوبی نیست. بنابراین این گرامی به محض اینکه ببینه این پرچم افتاده خودشو با آب و آتیش میزنه بنده خدا و میره و از میان این لشکریان تورانیان درفش کاویانی رو بلند میکنه و نشون میده که ارتش همچنان سر پای خودش هست. خب دیگه چو او را بدیدند گردان چین، که برپای کرد آن درفش گزین، ز هر سو بگردش همی تاختند، به شمشیر دستش بینداختند. درفش فریدون به دندان گرفت، همی زد به یک دست گرز ای شگفت. سرانجام کارش بکشتند زار، بدان گرم خاکش فکندند خار. میبینی این علارغم اون شهامتی که این گرامی پسر جاماس نشون میده و میره اینو برمیداره، اینا با شمشیر میرزن سرش، با شمشیر میزن دستش رو قطع میکنن، ولی این همچنان با دندون پرچم رو نگه میداره و با یه دستش هم با گرز میزد که خودش رو رها کنه از چنگ و بال به اصطلاح این تورانیا، ولی بالاخره اونا میزنن و این بنده خدا اینجوری کشته میشه. بیامد همان
بیامون بعد همان گاه بستور شیر. گفتن بستور کی بود؟ یا بستور یا بستور پسر زریر بود. زریر برادر گشتاسب بود. توجه کردید؟ این بستور یا بستور پسرعموی این جناب اسفندیار دیگه. اسفندیار پسر گشتاسبه، اونم پسرعموشه. جالبه که بهتون بگم اسفندیار یه علاقه خاصی به این عموه داره. حالا میگم از نظر اخلاقی عمو یه آدم وارسته و به سلام متعادلیه، ولی به لحاظ به سلام نظامی این جناب اسفندیار خیلی خیلی به این عمو علاقمند خاصه و سعی میکنه که این عمو رو در واقع الگوی خودش در جنگ قرار بده و خیلی هم علاقمند است، چون بالاخره اون الان پهلوان سپاهه. یادتون باشه این جناب زریر لقب پهلوانی ارتش و فرماندهی کل ارتش رو به عهده داره. اسفندیار خیلی به این عمو علاقمنده و خیلی هم اون رو الگوی خودش میدونه، بنابراین سعی میکنه همیشه جا پای عمو بذاره و مثل او عمل کنه از نظر شهامت و قدرت و نمیدونم شجاعت و جنگاوری که داره. ای کاش بلاز اخلاقی هم دوست داشت که پا جای پای اون بذاره، ولی بلاز اخلاقی نه، فقط بلاز منش جنگاوری خیلی دوست داره که اونجوری باشه. اینو خواستم بدونید که این بعدم به دردمون میخوره، این مبحثی که خدمتتون الان عرض کردم به دردمون میخوره، بعدم بهش میرسیم. میگه که بیامد همانگاه بستور شیر. گفتم بستور پسر اون زریره. نبرده کیانزاده پور زریر. سرانجام برگشت پیروز و شاد، به پیش پدر باز شد ایستاد. زمین ها پر از کشته و خسته شد، سراپرده ها نیز بربسته شد. در و دشت ها شد همه لالگون، به دشت و بیابان همی رفت خون. دو هفته بر آمد بر این کارزار، که هزمان همی تیزتر گشت کار. میبینید این دستور اومد کار ناتمام گرامی رو چکار کرد؟ کامل کرد. یعنی نذاشت این به سالا علارغمی که گرامی بیچاره اونجا کشته شد، دستور اومد و این درفش کیانی رو نجات داد از چنگ و بال این تورانی ها و اونها رو زد و لطه پار کرد و عبور کرد از میان اونها و خودش رو رسوند پیش باباش و این پرچم همچنان حفظ شد. بالاخره این جنگی که به نظر میاد که خیلی متلاطمه، هیچ کس این وسط هنوز پیروز نیست، ایرانی ها شکست میکنن عقب میرن، تورانی ها شکست میکنن عقب میرن، این همینطور متلاطم این جنگ داره صورت میگیره، انگار که دوتا ارتش با هم دیگه همزورن. دو هفته هم این جنگ خونی ادامه داره. میبینید که میگه که تمام دشت از خون پر شده و به اصطلاح زمین ها پر از کشته و خسته شد، سراپرده ها نیز بربسته شد و این صحبت. خب بعد از این دو هفته به پیش اندر آمد زریر دلیر، سمند بزرگ اندر آورد زیر. به لشکرگه دشمن اندر فتاد، چو اندر گیا آتش تیز و باد. میگه حالا دو مرتبه یه بازسازی میکنه ایرانی ها، زریر میشه فرمانده پیشرو، مثل باد و آتشی که به گیاهان خشک شده ای صحرا برسه، این مثل تورانی ها رو داره قلقم میکنه و پیش میره. چو ارجاسپ دانست کان پور شاه، بسی نامداران که کردش تباه. میبینید چجوری شعر چین قوامی نداره. چو ارجاسپ دانست کان پور شاه، بسی نامداران که کردش تباه. بدان لشکر خیش آواز داد، که برداد خواهید خلخ به باد. خلخ یعنی چی؟ حالا خلخ یعنی بوی خوش، بوی خوش. در واقع خلخ یه شهریه که خیلی شهر آباد و زیبایی بوده و باغ و گلستان‌های زیادی توش وجود داشته در توران زمین. مثلا چجوری بگم، مثلا تو اروپا فرض کن مثلا میگم پاریس عروس شهرهای اروپا هستش، خلخ هم یه همچین ویژگی داشته. جالبه که هم شهر خیلی زیبا بوده، هم آدمای شهر خیلی زیبا بودن، هم از مرد و زنشون.
به زیبا رویی معروف بودن و از اون شهرم چون گل و گیاه و این حرف زیاد بوده بوی خوش مثلا همیشه تو اون شهر به مشام میرسید. این آقای چیز آقای ارجاس به در تحقیر به اصطلاح پهلوانان خودش میگه که این چه وضعیه که این ضریر داره اینطوری میزنه و میکشه و پیش میاد و این حرفا، شما با این وضع جنگیدنتون خلخ رو به باد میدید. در واقع حالا به بیان این حالت ناموسی هم براشون داره، یعنی شما شهر و زیبایی های شهر رو اینا رو به باد میدید، یعنی به خودتون بیاید دارید چیکار میکنید، یه همچه حالتی میگه بدان لشکر خیش آواز داد که برداد خواهید، که برداد خواهید خلخ به باد. دو هفته برآمد بر این بردرنگ، نبینم همی روی فرجام جنگ. بکردن گردان و گشتاسپ شاه، بکردن گردان و گشتاسپ شاه، بسی نامداران لشکر تباه. کنون اندر آمد میانتان زریر، چو گرگ دژآگاه و درندشیر. بکشتش همه پاک مردان من، سرافراز ترکان و گردان من. کدام است مرد از شما نام خواه که آید پدید از میان سپاه؟ مرو را دهم دختر خیش را، سپارم به دو لشکر خیش را. همیدون نداد ایچ کس پاسخش، ببود خیره و زردگون شد رخش. سه بار این سخنها بر ایشان براند، چو پاسخ نیامد خاموش بماند. ببینید سه بار فریاد میزنه. حالا جالبه که هم افراسیاب هم این آقای ارجاس مثل که این اصلا بینشون رسم بوده، فوری از دخترشون مایه میذاشتن برای اینکه به صلاح تحریک بکنن پهلوانان خودشون رو، از دخترشون قایم میذاشتن. میگه که هر کسی بره جلوی این ضریر رو بتونه بگیره، من دخترمو بزنی به او میدم. و خب یعنی به پست و مقام بزرگی طرف بالاخره میرسه، میشه داماد پادشاه دیگه، آدم مهمی در اون کشور میشه. به هر حال اینو میگه، سه بار همینو فریاد میزنه، هیچکی هم جواب نمیده. یعنی نشون میده که این پهلوانان تورانی بد جوری از زریر زهر چشم دیدن و ترسیدن از زریر، جرأت نمیکنه کسی بره در مقابلش وایسه و باهاش بجنگه. خب این اتفاق که میفته، حالا ببین چه واقعی اتفاق میگه. بیامد پسان بیدرفش سترگ. دقت کنید یه پهلوانی پیدا میشه اسمش بیدرفشه، از پهلوانان تورانی. حالا ببینید با چه صفتی این آقای دقیقی بیدرفش رو خطاب میکنه. میگه بیامد پسان بیدرفش سترگ، پلیدی سگی جادوی پیرگرد. این برخورد دقیقی با پهلوان به اصطلاح تورانی خیلی جالبه. یعنی شما دقت کنید، مثلا حالا فردوسی راجب به هومان، راجب به بارمان، راجب به پیلسم، راجب به پیران ویسه، راجب به نمیدونم همه اون پهلوانان تورانی که دیگه خیلی اسمشون رو خوندی با هم دیگه، اون مثلا چه جوری با اون رو برخورد میکرد. ولی حالا دقیقی خیلی جالبه که کاملا نشون میده که یه نفرت درونی داره از این به اصطلاح تورانی ها. میگه بیا اومد پسان بی درفش سترگ، پلیدی سگی جادوی پیرگرد. برجاس گفت ای بزرگ آفتاب، به بیخ و به بند همچه افراسیاب. به پیش تو آوردم این جان خیش، سپر کردم این جان شیرین به پیش. از او شاد شد شاه و کرد آفرین، بدادش به دو باره خیش و زین. شدان جادوی زشت ناپاکتن، به نزد زریر آن سر انجمن. چو از دور دیدش بران سهم و خش، پر از خاک ریش و پر از گرد چش. نیارست رفتن به پیش، نیارست رفتنش در پیش او. ز پنهان همی تاخت بر گرد او، ز پنهان بدان. بذارید من اینجا این رو توضیح بدم، جالبه. میگه که اون آقای بیدرفشی که حالا خیلی هم حدید دقیقی انسان پست و فرومایه‌ایه، که اتفاقا دقیقی انصافا اشتباه هم نمی کنه. یعنی
متا پیش داوری میکنه، نه پس داوری. میدونید دقیقه پیش داوری میکنه. یادتون باشه تو ماجرای، توی ماجرای چیز سیاوش، اگه خاطرتون باشه، خب گرسیوز خیلی شخصیت منفی و پستی بود و تمام این توطئه‌گری ها، اون حسادت ها و به اصطلاح زمینی چینی هایی که موجب مرگ سیاوش شده، گرسیوز توطئه کرد. یادتون میاد دیگه، در حالی که جونش هم به اصطلاح مدیون خود سیاوش بود، ولی توطئه کرد که سیاوش کشته بشه. همین آقای گرس، یعنی شخصیت بسیار پلیدی بود. اما تا زمانی که هنوز توطئه خودش رو بر علیه سیاوش انجام نداده بود، هر لحظه که اسم گرسیوز می اومد و فردوسی بهش گفت گرسیوز نامدار، گرسیوز پهلوان، گرسیوز چیچی فلان، خیلی با احترام ازش بر بسرا یاد میکرد. اما به محض این که اومد و دروغ گفت و شروع که به توطئه کردن، بلافاصله دیگه صفت هایی که پشت سر اسم گرسیوز میاد به وسیله فردوسی، مثلا گرسیوز نم بدکنش، گرسیوز نم بیخرد، گرسیوز فلان، اینجوری ازش یاد میشه، یا سیاه دل، یه همچین چیزی اینجوری باش برخورد. یعنی فردوسی پیش داوری نمی کنه، پس داوری می کنه. میدونی متناسب با عمل کرد. اما جناب به اصطلاح زرزیدی نه، اما از ابتدا میگه این آدم بدی بود، اینجوری اونجور. ولی حالا بعد میبینیم که دقیقی بنده خدا بی رفت هم این حرف رو نزده. حالا متوجه میشید چرا؟ چون که این بیدرف شخصی میاد و میبینه، از نزدیک میاد که با این ضریر درگیر میشه، میبینه اون هیبت و هیمنه ضریر رو، اون قیافه خاک‌آلودش که به هر طرفی داره میجنگه و میتازه و این حرفا، میبینه نه، حریف این آدم نمیشه، نمیتونه در مقابل ضریر مرد و مردونه وارد جنگ بشه. میاد چیکار میکنه؟ نامردی میکنه. نامردیش هم اینه، میاد در کمین ضریر مینشینه، نمیاد مقابلش باشه بجنگه. یه دونه نیزه به زهر آب داده شده رو آماده میکنه، میره توی پشت این صخره مخره ها و اون جاهایی که این ذری رفت آمد میکرد و فلان میکرد و فرماندهی میکرد، یه جای خودش رو قایم میکنه. این ذری بنده خدا در این رفت آمدهایی که داره میکنه، عقب و جلو داره میاد، عبور کنه از پهلو، اونم نه از روبرو، از پهلو که این حواسش نیست، به نامردی این به اصطلاح نیزه رو پرتاب میکنه به پهلوی زریر و این میخوره توی به اصطلاح پهلوی زریر. و چون این نیزه هم ناخودآگاه به این به اصطلاح حمله شما آمادگی نداره که خودش دفاع کنه، و همینه که این زهرآلوده وقتی توی سینه زریر فرو میره، خب طبیعتاً زریر بنده خدا این به این شکل به نامردی کشته میشه. خب زپنهان بدان شاهزادهی سوار، بیانداخ جوبین زهراب دار، به یه زخم جوبینش افکار کرد و از آن پشت اسبش نگون سار کرد. فرود آمدان بیدرفش پلید، سلیش همه پاک بیرون کشید. ببینید حالا این کار که کرده، این کار نامردی که کرده، این حرکت ناشایسته که انجام داده، هیچی، یه حرکت ناشایستر دیگر هم انجام میده. میاد تو میدون جنگ این به اصطلاح پهلوان ایرانی رو لخت میکنه، یعنی لباساش از تنش میکنه، کلاه خودش رو بر میداره، زرهش از تنش در میاره، نمیدونم اسبش رو مصادره میکنه، شمشیر رو بند و بسته‌اش رو بر میداره و فرار میکنه. یعنی اینجوری میخواد به اصطلاح مدرک جور کنه که ببره پیش پادشاه تورانی و به اصطلاح چیز کنه، به قول معروف جایزه بگیره دیگه، مدرک ببرد. و این بی حرمتی رو که هیچ ارتشی نمی کرده این کار رو در میدان جنگ، این بی حرمتی رو به جسد در واقع ضریر انجام میده. خب اینا حالا می بینیم که بس دقیقی بی خود نمی گفت که آدم پلید و نه فلان میسه، ولی به هر حال پیش داوری کرد. میگه اینا این اتفاق که می افته، چو آگاهی کشتن او رسید، جهاندار گشتاسپ مرگی
مرگی بدید، همه جامه تا پای بدرید پاک، بدان تاج خرم بپاشید خواه. به لشکر بگفتار کدام از شیر، که باز آورد کین فرخ زریب. ز لشکر نیاورد کس پای پیش، نجنبید زیشان کس از جای خیش. کس آمد همان گه به اسفندیار، که کشته شدان شاه نیزه گذار. پدرت از غم او بکاهد همی، کنون کین او خواست خواهد همی. به پیش اندر آمد میان را ببست، گرفته همایون درفشی به دست. با آزادگان گفت پشت سپاه بدارید ای نام داران شاه. نگر تا چه گویم همه بشنوید، به دین خدای جهان بگروید. نگر تا نبینید بگریختن، نگر تا نترسید از آویختن. سر نیزه ها را به رزم افکنید، زمانی بکوشید و مردی کنید. حالا اینجا یه توضیح میخواد، خیلی جالب هم هست. دو تا نکته مهم در این چند تا بیتی که براتون خوندم وجود داره. یک، به نکته اول، خب ایرانی ها وقتی خبر کشته شدن زریر رو میشنوند، زریر پهلوان کشوره به نوعی، یا پهلوان حدقه ارتشه، من سوالم اینه چرا هیچ کدوم از شما از من سوال نکردید که آقا خب تو این ماجراها بس رستم کو، چرا رستم نیست؟ رستم زنده است، رستم الان زنده است، متو کجاست؟ در سیستانه، در ایالت نیمروزه، همون محل زندگی خودشه. اساسا ازش خواسته نشده که در این جنگ شرکت کنه. توجیگر چه عرض میکنم؟ بالاخره گشتاست پادشاهی کشوره، اگر از رستم کمک خواسته بود طبیعتا رستم بلند میشد میومد به کمک دیگه، ولی معلومه که گشتاست نخواسته اصلا از رستم خواهش کمک بکنه. حالا دلایلی داره این قضیه که بعدا بهش میرسیم. خب یه نکته. نکته دوم این که وقتی که ایرانی ها فرمانده کلشون کشته شده، همه روحهای خودشون رو باختن، بالاخره اون رو به عنوان پهلوان لشکر میشناختن، روحیه خودشون رو باختن. گشتاست فرشه میگه که آقا کی پیدا میشه انتقام خونه برادر منه بگیره فلان میسا، هیچ که حاضری بیاد جلو. خبر میرسه به اسفندیار. جالبه بر اساس اون چه که در اینجا میاد، اسفندیار در عقبه سپاهه، پشت ارتش ایرانه، نه در به اصطلاح رده های جلوی ارتش. بدونید چرا؟ برای که خاطرتون باشه من اینو اشاره کرده بودم که در آرایش نظامی یه نفر بود که در مرکز قلب سپاه قرار میگرفت که ارکان ارتش محسوب میشه. خود گشتاسپ در این موقعیت قرار داره که تو ارکان قرار گرفته. بعد یه نفر در جلوی به اصطلاح خط مقدم جبهه قرار میگرفت که همون زریر. بعد افرادی بودن که در جبهه راست و در جبهه چپ ارتش قرار می گرفتن که اونا پهلوانان مختلف بودن، و یه نفر هم همیشه بوده که در عقب ارتش قرار می گرفت. اتفاقا برخلاف اون چی که به نظر میاد، اون فرماندهی که در پشت لشکر قرار می گرفت از قضا باید یکی از فرماندهان بسیار شجاع و بسیار قابل اعتماده پادشاه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر یه وقتی نیروهای دشمن از دور بزنن، حالا به هر طریقی استراتژیک، ارتش خودی رو دور بزنن و از عقب به ارتش خودی حمله کنن، اون فرمانده عقبه ارتش باید انقدر شجاع و قوی و کارآمد باشه که بتونه ارتش رو از پشت حفظ بکنه تا تازه اینا به خودشون بیان و ارتش خودی برگره به اون سمت، چون این خیلی کار سختیه، و برگرده به اون سمت بتونه جلوی اونا رو بگیره. یک. دو، شغل دیگه فرمانده عقبه ارتش این هستش که مراقب باشه که نیروهای خودی فرار نکنن، چون کافی بود که یه مقدار مثلا ارتش خودی در موضع ضعف قرار بگیره و بعد اینا بترسن، به محض اینکه بترسن میخوان همه فرار کنن. خب طبیعتا اون فرمانده عقب هستش که بعد نگه داره و نذاره که ارتش خودی مزمحل بشه و فرار کنه و اینا رو بتونه جمع جورشون کنه. میبینید که واسه این پوزیشن خیلی مهمی بوده، برخلاف اون چیزی که به نظر میاد خیلی مهم بود. حالا یکی اومده به
جناب اسفندیار خبر میده، میگه آقا اوضاع هوا پسه، فرمانده کل کشته شده، پادشاه دسپریتلی داره کمک میخواد از به اصطلاح نیروهای خودی، هیچ که حاضر نیست بیاد موقعیت رو به عهده بگیره و این مسئولیت به عهده بگیره و ما در موقعیت سیاسی نظامی بسیار بسیار بدی قرار داریم. خب اینا رو به این میگه. حالا نکته بعدی اینه، ببینید انگیزه های آقای چیز، انگیزه های آقای اسفندیار خیلی روشنه اینجا، دقت کنید. میگه چی؟ برمیگرده به نیروهای خودش، میگه که به آزادگان گفت پشت سپاه بدارید ای نامداران شاه. میگه من دارم میرم جلو، شما عقبه سپاه رو ول نکنید، صرف پشت سپاه نگردید، نگر تا چه گویم همه بشنوید، به دین خدای جهان بگروید. میبینید انگیزه ها رو داره میگه، میگه که ببینید ما مؤمنیم، ما به دین بهی و خدای زرتشت مؤمنیم، به دین خدای جهان بگروید، به این دین وابسته باشید، نگر تا نبینید بگریختن، نگر تا نترسید از آویختن، سر این نیزه ها را به رزم افکنید، زمانی بکوشید و مردی کنید. اینا رو میگه بعد میاد میگه بدین اندرون بود اسفندیار، که بانگ پدرش آمد از کوهسار، که ای نامداران و گردان من، همه یک به یک شون تن و جان من، به دین خدای یل اسفندیار، به جان زریر گرامی سوار، چون من باز گردم از این رزمگاه، به اسفندیارم دهم تخت و گاه. میبینید حالا این جناب، این اولین وعده آقای گشتاسپ به کی؟ به اسفندیار. میدونست که اسفندیار خواهان پادشاهی است. گفتم خصوصیات گشتاسپ عیناً در خصوصیات پسرش اسفندیار چی شده؟ بروز و ظهور کرده. اسفندیار هم خواهان قدرت، هم خواهان پادشاهی، هم آدمی است که حاضر خودشو با آب و آتیش بزنه برای رسیدن به پست و مقامات بالاتر. و حالا گشتاسپ در موضع ضعف قرار گرفته، ارتش داره شکست میخوره، نیاز داره که از پتانسیل های اسفندیار حداکثر استفاده بکنه. به همین دلیل اولین برای ایجاد انگیزه در اسفندیار قسم میخوره که من به جان چه میدونم حالا خودم و به جان مقدسات و بعدم به جان به خاک مثلا حالا زریر قسم میخورم که اگر از این ماجرا ما پیروز برگردیم، من پادشاهی رو واگذار میکنم به اسفندیار که اسفندیار رو چیکار کنه؟ تحریک بکنه. خب چون اسفندیار آنگو به تهمتن، یادتون میاد گفتم تهمتن یعنی چی؟ تهمتن، تهمتن یعنی بی همتا، یادتون باشه، یعنی کسی که منحصر به فرده. تهمتن تنی بی نظیر، تنی بی نظیر. حالا اینجا میبینیم که این لقب تهمتن فقط در شاهنامه برای دو نفر به کار برده شده، یکی برای رستم معروف به تهمتنه، یکی هم برای کی؟ اسفندیار، اونم معروف به تهمتن، آدمی که بی نظیره از نظر فیزیکی، بی نظیر. خب چو اسفندیار آن گوه تهمتن، خداوند کوپال و با سهم و تن، از آن کوه بشنید گفته پدر، ز شرمش به پیش اندر افکند سر، خرامید و نیزه به چنگ اندرون، ز شرم پدر سر فکنده نگون، بدان لشکر دشمن اندر فتاد، چنان کندر افتاد به گلبرگ باد، همی کشت از ایشان و سر می برید، ز بیمش همی مرد هر کش ندید، بیامد هم اندر زمان بیدرفش، گرفته به دست آن درفش بنفش. میبینید که اسفندیار به طرز اونجوری که داره اینجا بنا به گفته شاهنامه، نه به گفته من، بدان لشکر دشمن اندر فتاد، چنان کندر افتد به گلبرگ باد، همون گونه که گلبرگ ها به باد میرن، با یه باد تون دیدید که گلبرگ ها میریزن و پراکنده میشن، این اسفندیار هم همینطور داره از این تورانیان حالا به تعبیر آقای دقیقی کافر میزن و اینا رو داره لطپار میکنه. بیامد همان در زمان دیگر، گرفته به دست آن درفش بنفش، نشسته بران باره خسروی، بپوشیده آن جوشن پهلوی، گرفته همان تیغ زهرابدار، که افکنده بود
زو زریر سبا. ببینید این آقای بیدرفش حالا دیگه به خودش هم اطمینان پیدا کرده، زریر اونجوری زده رفته اسب زریر رو سوار شده، ضمناً سلاح زریر هم به تن کرده، ضمناً با همون نیزه زهرآبدار یا شمشیر زهرآبداری که زریر رو از پادر رو برده با همون کمپوزیسیون حالا به مقابل کی قرار گرفته؟ اسفندیار قرار گرفته. خب برفکند اسب از میان لعبر، چه دانست کش بر سر افتاد مرد، بینداخت آن زهر خورده به روی، مگر کش کند تیره رخشنده روی. نیامد بر او تیغ زهرآبدار، گرفتش همان تیغ شاه سوار. زدش پهلوانی یکی بر جگر، چنان که از دیگر سو برون کرد سر. فرود آمد از باره اسفندیار، سلیح زریر آن گوبن نامدار، از آن جادوی پیر بیرون کشید، سرش را زتن نیمه اندر برید. میبینید حالا اسفندیار با این درگیر کرد. من گفتم اینجا قصه خود خلاصه نویسی شده، قصه از این قراره وقتی که زریر به دست بیدرفش کشته میشه، حالا به تعبیر ما به شهادت میرسه، پسر زریر بستور میاد تلوی کاووس، به کیکاووس میگه که تو اینجا نشستی بالای تپه، پدر من شجاعانه رفته اونجا و جنگیده و کشته شده، پاشو یه کاری بکن. به عموش، به پادشاه میگه، میگه پاشو یه کاری بکن، خون پدر من به ناحق ریخته شده، تو الان اینجا نشستی داری واسه من فرماندهی میکنه، خیلی ناراحته بچه نسبت به ماجرای پدرش. و این انقدر تحت تاثیر قرار میگیره خود به اصطلاح چیز کیکاووس، ناراحت میشه، میگم کیکاووس کشتاست، از این ماجرا انقدر ناراحت میشه که میگه من خودم میرم وارد جنگ میشم، سوار اسب میشه و میخواد حمله کنه به سمت تورانیا و چیز، بعد میریزن جلوش نگهش میدارن، اون جاماس و بقیه فرماندهان میگن آقا پادشاه که نباید وارد جنگ تن به تن بشه فلان بیسارو، بالاخره با هزار ضرب و زور ایشون نگه میدارن، میگن که شما صدا کن که پهلوانان بیان، که بعد اون صدا میکنه و بعد هیچ که دیگه نمیره، که بعد گفتم این اسفندیار میاد و وارد صحنه میشه. خب میگه که اسفندیار وقتی وارد جنگ با این چیز میشه، با این آقای بیدرفش میشه، اون به اسفندیار کمله میکنه، اسفندیار خب بالاخره آدم خب جمعون و چیزو چیزی بوده، به قول معروف خیلی نیرومند بوده، اون شمشیر رو از دست چیز میگیره، از دست همین آقای بیدرفش میگیره و با همون شمشیر همچین میزنه توی سینه بیدرفش که شمشیر از پشت بیدرفش بیرون میاد و میفته زمین. دقیقا اسفندیار همون کاری رو میکنه با بیدرفش که بیدرفش با زریر کرده بود، میاد لختش میکنه و اون سلاح و چه میدونم اسب و تشکیلات چیز رو میگیره ازش، به اصطلاح زریر رو از بیدرفش میگیره و اینها رو میاره و تحویل پسر زریر میده به بستور، به قول معروف تحویل اون میده، میگه که این حالا انتقام خون پدرت که بیدرفش رو من به هلاکت رسوندم. خب میگه چنان چون همی گشت بر کوه و دشت، کزان چنان چون همی کشت، ببخشید، چنان چون همی کشت بر کوه و دشت، کزان آسیاها بخون بر بگشت. میگه این اسفندیار انقدر از این تورانیا کشت که با خون اونها میشد آسیاب مثلا را بیفته. چو ارجاس آن دید کامد به پیش، ابا نامداران و مردان خیش، همانگاه اندر گریز ایستاد، بشد روش اندر بیابان نهاد. چو ترکان بدیدن که جاسب رفت، همی آمد از هر سوی تیغ تف، همه سرکشان خود پیاده شدند، به پیش گو اسفندیار آمدند، به زاریش گفتند ای شهریار، دهد بندگان را به جان زینهار. بدین اندر آییم و پرسش کنیم، همه آزران را پرستش کنیم. میبینید
چجوری حالا جنبندی هم میشه قضیه، میگه که این جنگ اینقدر ادامه پیدا میکنه و اسفندیار اینقدر از این بسیارا تورانیان به تعبیر آقای دقیقی کافر میکشه که از خونشون میشد آسیاب ها را بیاد. خب این البته قلوبه، ولی بالاخره یعنی میخواد که جنگ سخت و پر از کشته ایه. اونا این آقای یه چیز میبینه که این آقای ارجس میبینه که نه هیچی دیگه حریف این آقای اسفندیار نیست، برای ترجیح میده که پا به فرار بزنن. خب ایشون پا به فرار میزنن، رو به بیابان و به فرار میکنه. به صلاح اعوال و انصارش هم که دور برش بودن میبینن که اوضاع هواپسه، میان خودشون رو تسلیم اسفندیار میکنن و جالب این جمله رو میگن، میگه بدین اندرو ایمو پرسش کنیم. منظورش پرستشه، میگه ما به دین شما در میایم و پرستش میکنیم، همه آذران را پرستش کنیم. همون روابط به صلاح مقدس بودن آتش و قبلگاهی که زرتشتیان برای آتش قائل بودن، میگه میایم دیگه ما هم این کارو میکنیم. در واقع میگن که آقا ما ایمان آوردیم دیگه، جنگ کافیه اینجا. خب در چه حرفی زده میشه و اینا تمام. از آن پس چو بشنید آوای زار، به جان و به تن دادشان زینها. میبینید که حالا دیگه اسفندیار هم وقتی که میبینه اینا تسلیم شدن و دین رو قبول کردن، میگه که خیلی خب دیگه کافیه، نکشیدشون. به ایران زمین باز کردن رو، همه چیر دل گشته و رزم جو. یکی روز میبینید پس ایرانیا اینجا دیگه با اون به اصطلاح غیرت و همتی که اسفندیار نشون میده پیروز میشن و برمیگردن به کشور خودشون، برمیگردن به ایران. مدت ها از این ماجرا میگذره. یادتون باشه گشتاس چه وعده‌ای داده بود؟ گشتاس گفته بود که قسم خورد دیگه، هم به جان زریر و هم به مقدسات حالا اعتقادی که داشتن، قسم خورد که اگه ما از این جنگ پیروز برگردیم، من تاج و تخت ایران رو تقدیم اسفندیار میکنم. پس این وعده رو داده بود دیگه. خب میگه وقتی اینا برگشتن به ایران زمین باز کردن رو، همه چیر دل گشته و رزم جو. بر این بر بگردید چندی جهان، مدت ها از این قضیه گذشت. به گیتی بودی بدی بود اندر نهان، به گیتی بدی بود اندر نهان. یکی روز بنشست کی شهریار، به رامش همی خورد با چند یار. یکی سرکشی بود نامش کرز، گوی نامدار فرسوده رز. به دل کین همی داشت ز اسفندیار، ندانم چشان بود آغاز کار. میبینید چقدر ضعیف این شعر. به دل کین همی داشت ز اسفندیار، ندانم چشان بود ز آغاز کار. نشسته بود و پیش فرخنده شاه، رخ از درد زرد و دل از کین سیاه. فراز آمد از شاهزاده سخن، نگر تا بداهو چه افکند بون. همانگه یکی دست بر دست زد، که دشمن بود گفت فرزند بعد. چو از رازدار این شنیدم نخست، مرا این گمانی نیامد درست. جهاندار گفت این سخن چیست باز؟ خداوند این راز که و وین چه راز؟ کیان شاه را گفت نا راستگوی، کیان شاه را گفت ناراستگوی، که این راز گفتن کنون نیست روی. شه شهریاران تهی کرد جای، فریبنده را گفت نزد من آی. بگوی آن همه سر به سر پیش من، نهان چیست زان اژدها کیش من. اژدها کیش یعنی بدگمان. خب دقت میکنید چی میگه؟ میگه که این جنگ تمام شد، مدت ها گذشت، دیگه همه چیز در صلح و آرامش بود و تورانی هم که دیگه شکست خورده بودن و این جناب گشتاس طبیعتاً به قول خودش عمل نکرده دیگه. گفته بود که جنگ تموم بشه من اسفندیار پادشاه میکنم، ولی نه نکرد، به قولش عمل نکرد.
بود. سالیانی چند سال از این ماجرا گذشت و هیچ برای خودش هم نیورد و که همچون قولی داده و این حرفا، تا اینکه یه روزی میبینه که یکی از پهلوانان کشور که آدم مثلا پیری بوده، از پهلوانان مسن کشور حالا فرض کن، ایشون میاد به اسم کرزم، ایرانی هم هست، میاد پلی پادشاه، دارن با هم دیگه می میخورن و با هم صحبت میکنن این حرفا، برمیگرده میگه هیهات که ما مار تو آستین خودمون میپروریم، دشمن ما آقا خارجی ها نیستند. ببین با این له در واقع، آقا دشمن ما تورانی ها نیستند، دشمن ما چیز نیستند، چه میدونم رومی ها نیستند، دشمن ما در درون ماست، تو خودمونه، از ما از درونه که لطمه میخوریم جناب پادشاه. اینا پادشاه رو چیکار میکنه؟ تحریک میکنه دیگه که جریان چیه. نه آقا چیزی نیست، مهم نیست، حالا ما یه چیزی گفتیم، شما جدی نگیرید این حرفا رو. خب پادشاه بیشتر تحریک میشه، میگه که اطرافیانو میگه که آقایون برن مرخص، همه میرن و میگه پاش تو اینجا میشین ببینم چی داری میگی. این میاد میگه که حرف حساب چی و این حرفا. میگه قربان، من تا خودم ندیده بودم و چیز نشده بودم، برام احراز به قول معروف دلیل نشده بود، نمیخواستم اینو خدمتون بگم، ولی حالا دیگه اخلاقا و مثلا حالا به تعبیر ما اخلاقا و شرعا و نمیدونم از دیدگاه وطن پرستی من نمیتونم سکوت کنم، بعد به شما بگم این مسائلی رو. اینجوری زمین سازی میکنه و داره میگه، میگه کرزم بداهوش گفت از خرد، نباید جزان چیز کندر خورد. خب اگر باز گویمش او بشنود، نه آن راز که از دلش پنهان شود. بدان ای جهاندار که اسفندیار، بسیچت همی رزم را روی کار. بسی لشکر آمد به نزدیک او، همه سوی آن یل نهادند روی. بران است که اکنون ببندد تو را، به شاهی همی بد پسندد تو را. چو با شاه ایران کرزم این بران، یکی که یه نام بردار خیره بمان. از اندیشه آن شب نیامدش خواب، از اسفندیارش گرفته شتاب. میبینی این آقای پادشاه بلا فاصله که این آقای کرزم اومده بدگویی میکنه از کی؟ کرزم یه پهلوانه، حالا از کی؟ از پسر خود پادشاه. میگه که جناب این اسفندیار پسر شما داره ارتش جمع میکنه، داره با نمیدونم میسازه با فرماندهان و این ور اون ور، این قصد کودتا بر علیه شما رو داره و میخواد شما رو کله پا بکنه. خب دقت کنید، بالاخره این آقا پادشاه کشوره، اون آقا هم چیزه به قول معروف پسر پادشاهه. شما به کی باید اعتماد کنی؟ شما باید به سر خود اعتماد کنی یا باید به یه نفری که مثلا حالا فرمانده است اومده این حرفا رو بر علیه پسرش مونده بزنه؟ خب حالا اصلا شما شک بکنی، چه برخوردی با این قضیه میکنی؟ واقعا برخورد منطقی شما با این قضیه چیه؟ در درجه اول خب آدم میگه که اینطوریه، داره توطئه میکنه. خیلی خب، کاراگهانی رو بگماریم مراقب مثلا اسفندیار باشن، رفت آمدهای اسفندیار و گفت و شنودهاش و با کیا نشسته برخاست میکنه، با کیا ملاقات داره، اگه نامه مینویسه جاسوس بذاریم ببینیم نامه به کی داره مینویسه، یا اگه بتونیم از محتوای نامه هاش مثلا سردر بیاریم، کسی میاد پلوش هم از مثلا نمایندگان کشورهای خارجی یا مثلا بزرگان مثلا داخلی کشور از سمت نیمروز، از طرف رستم، از طرف چه میدونم پادشاهان و سران مثلا ایالت‌های مختلف، آدم به این کارها رو میکنه دیگه که بفهمه توطئه‌ای داره صورت میگیره یا نه. ببین دیگه، کافر همه را به کیش خود پندارد. توجه کردی؟ این نکته قشنگیه ها. یعنی نه اینکه خودش آدم اگرسیوی بود و تو قلبش این بود که توطئه کنه که باباشو از کار برکنار کنه که خودش پادشاه بشه، بلافاصله که این خبر رو به گوشش میرسه
همون زن و شک رو نسبت به اسفندیار پیدا میکنه که ای بس من که همونطور که من توطئه میکردم بابامو از کار بندازم، پس حتما اسفندیار هم میخواد من رو چیکار کنه؟ کله پا کنه. خب اینم که خیلی وابسته به قدرت دیگه. میگه که به محضی که اینو شنید، بس گفتم دو سه تا ویژگی دیگه داره، یکی بدگمانیه، یکی دهنبینیه، این آقای گشتاس همینجا به خوبی داره خودش رو نشون میده که هم بدگمانه و هم دهنبینه. کافیه که یه نفر بیاد راجع به حتی نزدیکترین فرد خودش که پسرشه نسبت بهش بدبینی بکنه و بدگمان. تو اگر یه مثلا راجع به یه فرمانده دیگه این حرفا رو میزد طبیعتاً گفت بکشیدش رو. ولی میگه تو از کوهساران سپید دمید فروغ ستاره به بد ناپدید، شیخ خسروان گفت بند آورید مأمور را ببندید و زین مگذارید. به پیش آوریدند آهنگران قل و بند و زنجیرهای گران، چنانش ببستند پای استوار که هر کس هم دید بگریست زار. فراز آوریدند پیلی چو نیل مرو را نشاندند بر پشت پیل، ببردند از بیش فرخ پدر دو دیده پر از آب و خسته جگر، بدان دستش بردند بر کوهسار ستون آوریدند زاهن چهار. مرو را بدانجا ببستند سخت تختش بیفکند و برگشت بخت، بدان تنگی اندر همی زیستی جهان تا زمان زمان تا زمان زار بگریست. میبینید چه برخورده اصلا چجوری میگه این اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد، کاملا نهایت بی‌سیاستیه که با گفتن یه بدگویی یه نفر این آقا بلافاصله شب این حرفا رو بهش زدن، صبح دستور دستگیری به بند کشیدن. یعنی حتی نمیاد این پسر رو محاکمه کنه، بگه آقا بیا اینجا بشین ببینم، من شنیدم تو داری توطئه میکنی، داستان چه قراره، با کی رفت آمد میکنی، چیکار کردی؟ میدونی که این آقای گشتاس اصلا حتی فرصت دفاع به اسفندیار بنده خدا نمیده. بلافاصله انگار که تو گویی دنبال بهانه میگشت، میدونی انگار دنبال یه بهانه میگشت. حالا ببین چه برخورد شدیدی هم، حالا اینا اینجا نیومده ولی من براتون توضیح میدم. میاد دستور میده میگه که بیارینش، قول و زنجیرهای خیلی محکمی رو و سنگینی رو به پر و پای این بیچاره میبندن. بعد انقدر این سنگین شده که نمیتونن با اسب حملش کنن، فیل میارن که این آقا رو با این قول و زنجیر روی فیل مینشونن. میبرنش کجا؟ میبرنش توی کوهستانی روی دژی که خیلی از همه جا دوره و هیچ ترابنده قادر نیست که به این نزدیک بشه یا باش ارتباط برقرار کنه. تو اون دژ در تبعید قرارش میدن. تو اون دژ هم نه اینکه بگم برو تو ساختمون دژ حالا شما اونجا زندانی هستی، نه، تو وسط حیات دژ فکر کنید مثلا یه همچه حالتی یه قفس آهنی درست میکنن، چهار تا ستون زدن، این آقا اون وسط نشسته، از چهار طرف دو تا دستش به دو تا ستون در حدی که حالا تو میتونه بشینه و پاشه و بخوابه و اینا ها، نه فکر کنید که اینجوری وایستده، نه اونجا میتونه، ولی دو تا دستش به دو تا ستون بسته، دو تا پاشم به دو تا ستون دیگه بسته، یعنی به اون وسط این چهار ستون زیر آفتاب و همینطوری رها شده اون وسط. هیچ کس هم حق نداره باش ارتباط برقرار کنه. این بیچاره اسفندیار حالا دو تا پسر جوون داره، بچه هاش هستن، اونا اونجا باید به این آقا چگاه کنن، اونا براش غذا بپزن، بهش غذا بدن، هیچ نه خدمتکار داره نه هیچ، فقط اونجا هستش. این در حد این که یه قوت لایموتی بهش بدن که زنده ببونه براش جیره قرار دادن و هیچ کس هم حق نداره بهش نزدیک بشه، فقط دو تا پسراش اونجا دارن بهش خدمت میکنن. ایشون تو اون دژ به این حالت در حال مثلا گذراندن و سپری کردن تبعیدش هست، یعنی آقای گشتاس میخواد که 100% نه بالای 100% مطمئن باشه که این آقای اسفندیار هیچ جور نمیتونه فرار کنه، چون خودش فرار کرده بود از دست باباه دیگه رفت روم. میخواد همه این راه هایی که خودش
اون مخیله خودش بهش دستور میده بر اسفندیار ببنده که هم دور باشه، هم کسی دور برش نباشه، هم دست پاش بسته باشه و هم در شرایط نابسامانی باشه که تحلیل بره از نظر قوای جسمانی. دستور نمیده بکشنش، ولی در واقع شرایط به وجود میاره که این آروم آروم رو به مرگ بره. این حالتی است که آقای گشتاسپ داره با پسرش که یک بار مملکت رو از دست ارجاسپ و داره دست ارجاسپ با کرده نجات داده، ضمناً یه بارم بهش قول داده که پادشاهت میکنه و نکرد. خب اینو خوب تونستم حالا جا بندازم که ببینید در چه شرایطی قصه داره پیش میره. خیلی مهمه حواستون به این نکات باشه. اینجا اون زوایای اخلاقی گشتاسپ بره همینطور هی خودشو بروز میده. میگه که خب پس آگاهی آمد به سالار چین. حالا گفتم ببینید سالار چین منظورش همون تورانی ها هستش، هم آقای ارجاسپ، نه جاماسپا. جاماسپ مشاور گشتاسپ. چی گفته بودم من؟ گفتم که هر وقت تورانیا، رومیا، همه کشورهای حاشیه میفهمیدن که ایران به لحاظ مسائل داخلی دارای یا دوچار کمتنی خلل شده، بلافاصله دشمنان خارجی عزم میکردن که بر علیه ایران وارد جنگ بشن. توجه کردی چی میخوام بگم؟ منتظر بودن فقط یه نابسامانی به وجود بیاد. شما این ماجرا رو در دوران کیکاووس دیدید، من چندین بار این داستان ها رو براتون گفتم و حالا هم اینجا داره در زمان گشتاسپ متاسفانه همین اتفاقات میفته. حالا خبر رسیده به کی؟ به سالار چین، یعنی به هم آقای ارجاسپ. آقا چه نشستی؟ اون اسفندیاری بود که اونجور پهلوان بود و ما رو شکست داد و فلان بیسار، مورد غضب پادشاه قرار گرفته، پادشاه هم اینو برداشته برده تو تبعیدگاه و دست بالشو با قول و زنجیر بستن و در واقع آقای گشتاسپ دست راست خودش رو قطع کرده. یک کلام از نظر نظامی دست راست خودش رو بریده. خب حالا اینه که میشنبه یه پس آقایی آمد به سالار چین که ماه از کمان اندر آمد به کین. برآشفت خسرو بر اسفندیار سوی دش فرستاد با بند خار، شو خود از بلخ زی زابلستان کشید، به مهمانی پور دستان کشید. به بلخ اندرون جز که لهراسپ شاه، نمانده است از ایرانیان و سپاه. مهان را همه خان شاه چگل، ابر جنگ لهراسپ شان داد دل. بدانی گفتا که گشتاسپ شاه، سوی سیستان رفت خود با سپاه. کنون از هنگام کین خواستن، بباید بسیجید و آراستن. پسرش آن گران مای اسفندیار، به بند گران اندر است استوار. برفتن گردان لشکر همه، به کوه و بیابان و جای رمه. و دو باز خواندن لشکرش را، گزیده سواران کشورش را. خیلی جالب، دقت کنید با این بیت آخری که من خوندم هزار بیت آقای دقیقی به پایان رسید. چی گفت آقای دقیقی در ادامه داستان؟ گفتش که این آقای گشتاسپ، حالا ببینید بی سیاستی رو، گفت این آقای گشتاسپ که اومده پسره رو برداشته فرستاده تو اون تبعیدگاه و قول و زنجیر کرده و چی و فلان و بیسار، از اون طرف هم انقدر خوشخیاله بلند شده رفته مهمونی. کجا؟ از پایتخت ایران راه افتاده رفته به استان نیمروز، به ایالت نیمروز، محلی که آقای رستم اونجا پادشاهه. حالا اونجا رفته مهمونی، رفته با لشکرش خودش دیده، اون لشکر مرکزی ایران به قول من. حالا رفته مهمونی، فکر کنید چند روز رفته مهمونی؟ مثلا یه هفته، ده روز، یه ماه، چقدر؟ هی بگم تعجب میکنید. دو سال آقا مملکت ول کرده، با ارتش باشده رفته مهمونی پلو رستمی بیچاره. اونجا اصلا هیچ فکر نمی کنه که آقا شما مملکت رو رها کردی،
اون پسرت هم که اونجا تو زندانه، جاسوس هم که مرتب دارن خبر میبرن و میارن این حرفا، خب این مملکت بی حساب کتاب مونده دیگه. سیستان بلوچستان کجاست؟ جنوب شرق کشوره. تورانیا کجا؟ شمال کشور هستن. مرکز کشور رو تو رها کردی رفتی اونجا، بس خودش خوش و خوشحال بشن خوش میگذره دیگه. اونجا رستم بیچاره داره همش پذیرایی میکنه و با هم میرن شکار و میبر و اونور، و رستم هم که نمیتونه به پادشاه بگه آقا پاشو برو خونه جون، بس دیگه. دو سال اونجا مونده پدر رستم مهمونی بازی. خب خب از اونورم خبر آوردن به چیز، به آقای ارجاز، که آقا بهترین موقعیته، ارتش که رفته، اون آقای اسفندیار هم که تو زندونه، آقا هم که باشده رفته اون دور دورا تا بخواد خودشو جمع کنه و بیاد و ارتش جفت جور کنه از ایالتهای مختلف ایران که بخوام بیان جلوی ما بگیرن، ما راحت پاکیزه میتونیم بریم داخل خاک ایران. کی اونجا میخواد جلوی ما وایسته؟ یه پیرمرد فقط مونده. اون پیرمرد کیه؟ لوراس، که اصلا لباس نظامی هم بیچاره اتن در برده رفته اونجا اون گوشه. حالا تا قبل از حضرت زرتشت ایشون آیین مهرپرستی داشته، حالا ایمان آورده به حضرت زرتشت، با یه دز موبدان زرتشتی دارن تو اون آذربرزین دارن عبادت میکنن، چه میدونم کلاسای مذهبی برگزار میکنن، نماز میخونن، دعا میخونن، اوستا میخونن، زند میخونن، کارهای بسیار مذهبی دارن انجام میدن برای خودشون، مراقبه میکنن از این صورت. بنابراین بهترین زمانی است که ما حمله کنیم به ایران. خب حالا این هزار بیت دیگه تموم شد. ببینید یه تیکر من بعد براتون بخونم که بعد از اون ادامه بدم. میگه حالا از زبان فردوسی، فردوسی میگه آقا من این هزار بیت رو گفتم، میخوام ادامه بدم کار خودم رو. اینجا دیگه گیومه بسته میشه، هزار بیت دقیقی به پایان میسته. دقیقی بنده خدا دیگه همینجا فوت میکنه. میگه چون این نامه افتاد در دست من، حالا دیگه از اینجا دارم شعرهای فردوسی رو میگه، چون این نامه افتاد در دست من، به ماهی گراینده شد شست من، نگه کردم این نظم سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. میبینید مثل که فردوسی خیلی نپسندیده شعرهای دقیقی رو. من این را نوشتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار، دو گوهر بودین با دو گوهر فروش، برون شاه دارد و گفتار گوش، سخن چون بدین گونه باید گفت، مگوی و مکن رنج با طبع جفت، چو بند روان بینی و رنج تن، به کانی که گوهر نیابی مکن، چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دست زینامه خسروان، دهان گرد به ما اون از خوردن تویی، از آن به که ناساز خانی نهی، که ناساز خانی نهی، ببخشید، دهان گرد به ما اون از خوردن تویی، از آن به که ناساز خانی نهی. میبینید میگه که من این هزار بیت رو به حال بنا به گفته دقیق آوردم، ولی وقتی هم که خوندم احساس کردم خیلی این شعرش قوی نیست، ولی به حال من اینو آوردم که اونایی که اهل نظر هستن ببینن که تفاوت شعر چیه. بعد میگه یکی نامه دیدم پر از داستان، سخنهای آن بر منش راستان، به سان گوهر بود و منصور بود، منصور با سه نقطه اینجا به کار برده شده، این از همون کلمات عربی است که در شاهنامه به کار رفته، یادتون باشه. منصور یعنی به نثر، نثر یعنی چیزی که شما می نویسید، شعر نیست، نظم در مقابل نثر قرار میگیره در عربی، یادتون باشه. نثر با سه نقطه است. به سان گوهر بود و منصور بود، تبایع ز پیوند او دور، باز ببینید تبایع جمع طبعه، تبایع ز پیوند او دور بود، نبردی به پیوند او کس گمان، نبردی به پیوند او، ببخشید، نبردی به پیوند او کس گمان، پراندیشه گشت این دل شادمان، گرفتم به گوینده بر آفرین، که پیوند را راه داد اندری. میبینید حالا تقدیر میکنه از دقیقی، میگه که شعرش خیلی جالب نبود، ولی باز میگه که کار بسیار بزرگی دقیقی انجام داد. دقیقی بود که اساساً به شعر در آوردن این متن به اصطلاح نگارشی نثر رو به نظم آغاز کرد و این کار بسیار ارزشمندی بود. میبینید فردوسی حالا تقدیر میکنه از دقیقی.
میگه اگرچه نه پیوست جز اندکی ز بزم و رزم از هزاران یکی، همو بود گوینده را راه برد. میگه من از دقیقی یاد گرفتم که این کار بکنم، او منو تشویق کرد به این کار که شاهی نشایند برگاه برد. ستاینده شهریاران بودی، به متن افسر نامداران بودی، به نقل اندرون سوس گشتش سخن، از اون نو نشد روزگار کهن. نتونست بنده خدا همه مطالب رو بیاره. من این نامه فرخ گرفتم به فال، همین رنج بردم به بسیار سال. میگه من این متن دقیقی رو که خوندم اینو به فال نیک گرفتم و این به من این انگیزه رو داد که سالیان زیادی وقت و انرژیمو بذارم که این نامه باستانی رو به شعر در بیارم. ندیدم سرفراز بخشنده ای، به گاه کیان بردرخشنده ای، یکی باغ دیدم سراسر درخت، نشستم که بفروزدم نیک بخت. جایی نبود هیچ پیدا درش، جز از نام شاهی نبود افسرش. سخن را نگه داشتم سال 20، بدان تا سزاوار این رنج کیست. جهاندار محمود با فر و جود، که او را کند ماه و کیوان سجود. بیامد نشست از بر تخت دار، جهاندار چون او که دارد بیاد. سر نامه را نام او گرد، سر نامه را نام او تاج گشت. به فرش دل تیره چون آد گشت، کنون رزم ارجاس را نو کنم، به طبع روان باغ بیخو کنم. میبینید که خیلی قشنگ توضیح میده که اول میگه من این به اصطلاح کتاب آقای دقیقی رو خوندم، شعراش به خود ضعیف به نظرم اومد، و بعد تعریف میکنه، میگه که من بالاخره این شعرها رو نوشتم و اونهای که صاحب نظر هستن میتونن تشخیص بدن که فرق بین شعر من و شعر اون در چیست. منظورش این قوام شعری که برها فردیس داره، انصافا همه نه من، اونهایی که اهل ادب و ادبیات هستن همه متفق القول معتقدن که قوام شعر فردوسی خیلی بیشتر و بالاتر از دقیقیه، ولی باز خود فردوسی رعایت انصاف و عدل رو میکنه، میگه که بله ولی کار دقیقی بسیار بسیار ارزشمند بود و من از او الهام گرفتم و او بود که در واقع این پدیده رو اساسا آغاز کرد و اومد این کتاب باستانی رو به شعر در آورد و منم پیرو به کار دقیقی هستم. و همینچین ادامه میده، ازش تقدیر و تشکر میکنه و بعدم میگه که حالا که این شعر رو من نوشتم 20 ساله که من این کتاب رو کامل کردم. ببینید میگه من 20 سالی کتاب، ولی هیچ آدمی رو پیدا نکردم که شایسته آن باشد که کتاب رو بر او تقدیم کنم، تا اینکه سلطان محمود که حالا آقای پادشاه زمان ما هستش اومده سر کار و من میخوام که این کتاب رو به جناب سلطان محمود هدیه کنم. اینو میگه و بعد میگه که حالا از این به بعد من ادامه داستان رو خودم آغاز میکنم. همون جایی هستیم که ارجاس بود، دار و دسته به ایران چیکار کردن؟ حمله میخوام بکنن و آقای پادشاه هم پاشده رفته به چیز چه میدونم سیستان بلوچستان خدمت آقای رستم، اونجا داره مهمونی میکنه و ارتش هم با خودش برده، مملکت کاملا بی‌دفاع. این گفتم بی سیاستی هم داره، یکی از خصایص هم بی سیاستی، بدگمانی، بی سیاستی، دهنبینیه، به اضافه 6 تا خصلت قبلی هم که عهد شکنی و نمیدونم چی و چی و چی و چی که دیگه نمیخوام تکرار کنم. اینا ویژگی‌های گشتاست. حالا میذاریم اینو دیگه برای ایشالله از جلسه آینده از زبان فردوسی ادامه داستان رو گوش میکنیم که چه اتفاقاتی در این رابطه میخواد بیفته و سرگذشت کشور به کدام سو هدایت میشه. من خیلی تشکر میکنم از توجه و محبت شما و شما رو خواهش میکنم که به جلسه آینده توجه بفرمایید برای ادامه داستان. حالا در خدمت هستم که اگر سوالی وجود داشته باشه ممنونم. دستتون سبز آقای دکتر. متشکرم میترا خانم، خیلی ممنونم.